با عرض سلام و درود به همه عزیزانی که نشستن پای برنامه گفتگو. من حمید قاسمی هستم و افتخار اینو دارم که از شبکه جهانی دریملند مهمون برنامه شما باشم. این دومین قسمت از برنامه گفتگوه. همونطوری که میدونید برنامه گفتگو محدود به هیچ برنامه یا هیچ گروه یا هیچ مسئله خاصی نیست. این برنامه متعلق به شماست و راجع به مسائل پیرامون شما حرف میزنه. شما میتونید همیشه با ما در تماس باشین و اون مسائل، تعاملات اجتماعی، مشکلاتی که پیرامون جامعه ایرانی در استرالیا برای تمام فارسی زبان‌ها اتفاق میفته رو اینجا مطرح میکنیم. نه اینکه بیایم برای کسی راه حلی یا یک خط مشی رو تعیین بکنیم. بعضی موقع‌ها ممکنه این تعامل، این گفتگو یک جور درد و دل، یه جور گپ زدن برای همه خوب باشه. بعضی موقع‌ها میتونیم ما چند نفر از مهمونای برنامه رو داشته باشیم که صاحب نظرن، میتونن یه راه حلی برای همه پیشنهاد بکنن. اگر نه همین گپ خودمونی ممکنه برای خیلی‌ها تأثیر خوبی داشته باشه. قبل از اینکه برنامه گفتگو رو شروع بکنیم لازم میدونم که یک گپ خودمونی با هم داشته باشیم. برای شما یه سوال پیش میاد که حمید قاسمی توی شبکه دریملند چیکار میکنه؟ بعد بهتون بگم که نمیدونم چقدر منو میشناسین، چقدر با پستای من آشنا هستین، ولی مطمئنم که تقریبا خیلی‌ها میدونن که من توی کار خرید و فروش املاک مسکونی هستم و مخصوصا به جامعه فارسی زبان سعی میکنم که خدمت کنم. من بیشتر تحقیقاتم و درسم و راجع به تاریخ و جامعه شناسی و فلسفه ایران خوندم، ولی این شغلیه که برگزیدم و از این کاری که میکنم بسیار لذت میبرم. شاید برنامه اول گفتگو رو به این اختصاص دادم که راجع به خرید و فروش املاک مسکونی حرف بزنم. قبل از این دلم میخواد که بگم روزی که من با خانواده دریملند آشنا شدم دیدم تمام زحمات شبانه روزی این بچه ها اینجا اینه که موفقیت خودشون رو در موفقیت جامعه خودشون ببینن، بدون گرفتن هیچ خط مشی سیاسی بیشتر نگران جامعه خودشون هستن. امروز ما تو دنیای زندگی میکنیم که دنیای ارتباطاته. شبکه‌های اجتماعی تاثیر شگرفی تو زندگی همه داره. تلویزیون دریملند از توی اینترنت میاد به خونه شما. روزی که من با این خانواده دریملند آشنا شدم دیدم که هم و غم همه این خانواده اینه که یک جامعه سالم، یک جامعه منسجم و یک جامعه خوب رو داشته باشیم. به خاطر این من خیلی علاقه‌مند شدم و گفتم که من دوست دارم که قسمتی از این باشم و بتونم به جامعه خودم کمک کنم. موضوع امروز برنامه گفتگو رو سعی کردم که خرید و فروش املاک مسکونی انتخاب کنم. دلم میخواد که شما هم بعداً بیاین و سوالاتتون و نظراتتون و پیشنهاداتتون رو توی فیسبوک با شبکه جهانی دریملند در میون بذاریم و در برنامه بعدی بتونیم به اینا جواب بدیم. خرید و فروش ملک مسکونی برای ما فارسی زبان‌ها یک اهمیت خیلی خیلی خاصی داره. می‌دونیم که همیشه پدر مادرای ما اومدن و به ما گفتن که خرید یک ملک، خرید یک خونه همیشه یک سرمایه خیلی خوبیه. چیزیه که هیچ وقت ضرر نمی‌کنه. بیرا هم نگفتن. اما چجوری میتونیم یک ملک مسکونی خوب رو پیدا بکنیم؟ راه و روشش برای خریدش چجوریه؟ اگر یه ملک مسکونی رو داریم چجوری میتونیم بفروشیم؟ از کجا میدونیم که این یک سرمایه‌گذاری خوبیه؟ امروز بحث ما بیشتر پیرامون این میگذره که در استرالیا خرید خونه یا اجاره خونه بهتره. ما به این فکر میکنیم که نرخ بهره بانکی چه تأثیری در قیمت خونه ها داره و ما میتونیم چطوری یک بازار خوب رو برای خرید خونه انتخاب کنیم یا یک ملک مسکونی رو از کجا میتونیم بفهمیم که رشد خوبی خواهد داشت. این مسئله‌ای که خیلی مهمه، من چندین بار با من صحبت کردن و از من پرسیدن اینه که تو استرالیا وقتی یه خونه ای رو میخری نزدیک به 30 سال تا زیر وام بانکی هستی و این قیمتی که هر هفته به عنوان مورگیج براش پرداخت میکنی یه مقدار سنگینیه که از هزینه‌های داخلی خونه باید حذف بشه، برای باجت خونه کنار گذاشته بشه و به این بانک پرداخت بشه. این بهتر نیست که ما یه خونه ای رو پیدا کنیم به عنوان اجاره که سنگین‌تر از این نباشه و ما بتونیم به قول معروف یه خونه ای که بیشتر دلمون میخواد و انتخاب بکنیم و هزینه کمتری بدیم، چون به هر حال خونه زیر اجاره بانکه. چرا خرید خونه بهتر از اجاره است؟ من از اون دست آدماییم که همیشه معتقدم آدم خونه خودش رو داشته باشه بهتره. چند تا دلیلم برای خودم دارم و این ممکنه به درد شما هم بخوره که با شما اینو قسمت بکنه. اول اینکه هیچ گارانتی وجود نداره که خونه‌ای که شما امروز اجاره میکنید برای سالها برای شما بمونه. دومانش هم همیشه یک جور علاقه خاصی ما به اون منطقه، به اون محیطی که زندگی میکنیم داریم. وقتی این خونه مال تو باشه، وقتی که راجبش خاطره داری، میتونی باغچه‌ش رو درست کنی اونجوری که دلت میخواد درستش کنی، هیچ قیمتی رو براش نمیشه گذاشت. یه درسته میتونیم اینو بگیم که قیمتی که ممکنه هر هفته براش پرداخت میکنیم یه خورده سنگین‌تر از حالت عادیش باشه، ولی همیشه میدونیم که قیمت خونه رو به رشده و این رو به رشد بودن در آخر اگر که قصد این رو داشته باشیم که خونه رو بفروشیم، تمام اون اضافه‌ای که هر هفته به عنوان مولگیج دادیم رو میتونه پرداخت بکنه. این مسئله‌ای که همیشه باید در نظر بگیریم. دومندش هم اینه که وقتی در خونه اجاره هستیم این خونه ما نیست. مهم نیست که چقدر میتونیم براش کار انجام بدیم، یا اون عشقی که دلمون میخواد برای خونه بذاریم برای خونه مردم هیچ وقت نمیذاریم. به نظر من این یک مسئله خیلی خیلی مهمیه که همه باید بهش فکر بکنن. بعد در ضمن پولی که بابت اجاره داده میشه هیچ وقت پولی نیست که برگرده، ولی پولی که بابت مورگیج بدیم انگار که یک پسندازیه که اگر که یک خونه ای رو، یک ملکی رو، یک زمینی رو انتخاب بکنید که این زمین رو به رشد باشه و آینده خوبی داشته باشه و از اون ملک مراقبت بشه، در زمان مناسب فروخته بشه، ای بسا که بتونه یک سودی رو هم پشتش داشته باشه. سوالی که همیشه از من پرسیده میشه اینه که راه و رسم خرید خونه تو استرالیا چه شکلیه؟ قوانینش چجوریه؟ چطوری میتونیم یه ملک خیلی خوبی رو پیدا بکنیم؟ و طریقه خرید اون چطوریه؟ 3 راه برای خرید وجود داره. یکیش که همون پرایوت سیله، که پرایوت سیل یه جوریه که خونه رو توی مارکت میذاری، چند نفر میان پیدا میکنن، آفر براش میذارن، پیشنهادهای مختلف رو داری و در یک زمان مشخص این رو میخری. دومیش آکشنه. آکشن یا همون حراجی که ما بهش میگیم یک زمان خیلی مشخصی داره، مثل 3 هفته یا 4 هفته که اون رو تبلیغش میکنن در مارکت و روز آکشن همه جمع میشن و در مقابل خونه به قول معروف یک رقابتی برقرار میشه بین خریدارا و بالاترین آفر حتما برنده میشه اون روز. و آخریش که خیلی مرسوم نیست و دیگه توی ویکتوریا و این ایالت ویکتوریا دیگه خیلی مرسوم نیست، یک جوری مثل خریده که با اقساط بلند مدته، همون جوری که ما تو ایران مثلا بهش میگیم اجاره به شرط خرید. سالهاست دیگه این دیگه خیلی مرسوم نیست، ولی هنوز جایهایی هستش که میشه یک زمین یا یک دیولپمنت سایتی رو پیدا کرد و با اقساط بلند مدت این رو خرید. سعی ما در این برنامه این بود که بیایم به طور خیلی کلی راجع به مسائل خرید و فروش مسکن با شما صحبت کنیم. میدونم که خیلی سوالات تو ذهن شما هست، خیلی تجربه ها دارین، خیلی فکرات تو ذهنتون هست که میخوایم با ما اینا رو قسمت کنیم. شما همیشه میتونید که توی فیسبوک شبکه جهانی دریملند نظرات خودتون رو بنویسید، سوالات خودتون رو بنویسید، یا حتی فیسبوک شخصی من. در برنامه بعدی گفتگو سعی میکنیم که تمامی این سوالات رو کنار هم بذاریم و اصلی ترین مسائل و مشکلات و سوالات شما رو مطرح بکنیم و تا اونجایی که میتونیم از دستمون برمیاد بهش پاسخ بدیم. خیلی خوشحال شدم که من رو پذیرفتین. شما با حمایتتون از شبکه دریملند و تماشای همچین برنامه‌هایی میتونید به جامعه خودتون کمک بکنید و ما هم افتخار داریم که در خدمت شما هستیم. خیلی خوشحال شدم. حمید قاسمی هستم. شبتون بخیر.